با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر گیتی. خوب شروعش کردین ها برای بچه تتمه بسیج و بدبخت های فلک زده و برای بچه سپاه. شما در همه جای دنیا گند زدید، عین یک خوک کثیف، یک موش کور مرده از کشورش پرت کرد شما رو بیرون. تو یمن چند نفر هستید؟ ها رفتید در باسن چین چسبیدید و چین هم اینقدر بدبخت و ذلیل شده که میاد با یک حکومت ورشکسته غیر مشروط و مشروع قرارداد میبنده. این ذلت در تاریخ برای چین میمونه. حالا چقدر بهش دادی کار نداره، ولی منو بهتون میگم این کلیپ شاید دو تا سه کلیپ بشه، اشکال نداره، شاید اصلا هر چقدر بشه ادامه بدم. اولا که چین پولی نداره بیاره و نخواهد آورد، چون ریسکش تو کشور ایران فوق العاده بالاست. یعنی کسی با سرمایه‌گذاری بکنه ریسکش 90% هست. درسته احمق هستن، خائن هستن، دزد هستن، بیشرف هستن، آشغالخور هستن، کرمخور هستن، لایروبی میکنن تای دریاها رو، ولی اینقدر احمق نیستن که بیان در کشوری که قدر ریسک سرمایه‌گذاری 90% هست سرمایه‌گذاری بکنن. پس پول از کجا میاد؟ این 480 میلیارد دلار و 260 میلیارد دلار یک را 220 میلیارد یک را من خیلی نرزم. این پول های خود ایران هستی در چین اینا چرا کردن؟ اینا رو بلاک کردن. پس روغن خودمون رو سر خود میخوام بمالن، اما در عوض چی گیرشون میاد؟ حالا خدمتتون عرض میکنم. چینی ها میدونن که حکومت که عوض بشه قطعا و بدون برگشت حکومت بعدی ادعای پولا رو خواهد کرد. و باید جوابگو باشه. هرچند که تا اون موقع من مطمئنم این روز برام روشن چین از چیزی نمیمونه. خب پس آمدن از پول بلاک شده خودمون، نه که پول به ما بدن بیرا به جمهوری اسلامی بدن، نه بازم میخواد چیکار کنه؟ آتش خال بیان اینجا غالب بکنن، تاسیسات نفت و گاز بدن، نه که تاره خیلی زدند جاده شمال نمونه شه دیگه، صد اون تونل آب چهارم اختیار نمونه شه دیگه، نه و همه کاری که تاره کردن هیچ کدوم به سرانجام نرسیده. پول به حساب پول بخواد آشغالاشون بفروشن و بیارن اینجا با هم دلار پهنا حساب بکنن بیارن اینجا و کار بکنن، نیروشون بیکار نباشن و از اون پولا رو خرج کنن بره، هرچند خرج کردند. اما در شما در اروپا سوار تاکسی شده باشید، اگه یک مسیر با تاکسی برید بشه مثلا 30 یورو 50 یورو بدون تاکسی بدید باقیش نگیرید، اون بلافاصله زنگ میزنه به تاکسی رانی، آقا یک آقای سوار ماشین شد از فلان جا سوار شد فلان جا پیاده شد 50 یورو داد 30 یورو کرد 20 یورو انعام داد، این آدم نرمالی نبود، اعلام میکنه، بچه میره 20 یورو میده توی صندوق دفتر تاکسی رانی که فردا کسی اومده داد که آقای مس بوده خر بوده نفهمیده بهش برگردونن. کسی که 20 یورو انعام بده در 30 یورو، این مخش تاب داره، این مشکل داره، این مسته، این مجنونه. حالا وقت شما میایید پول خود ما رو، پول کشور خودمون که رو بلاک کردید، بابت بلاکش هم پول میگیره سپاه، چون سپاه هیچ بر دست نداره، آخوندی چه دست نداره، چون آدمی بوده که آشغال ترین قشر جامعه بودن، کثیف ترین قشر جامعه بودن، رو میبینید دیگه. وقت میایین 36% تخفیف در صادرات نفت از ایران اونجا میگیره، چی میمونه از نفت؟ 36% ترانسپورت هم که نمیدید، بیمه هم که خود اینا باید خودشون بدن، حدود 22-23 دلار هزینه در آوردن شد، چی میمونه؟ کوفتی میمونه. اما این ننگی در تاریخ برای چینی‌ها خواهد بود که قرارداد امضا کردن، همه مسخره تو خواهند کرد، الان شروع که مسخره کردن که آقا این چه قراردادی است، ترک من چه میمونه با جلو لوان بز جلوی قرارداد. ولی آقای چینی‌ها یه سری فراموش کرد، ملت ایران شما فراموش کردید، با حکومتی رفتین قرارداد بستین. البته من بهتون بگم مثلا قدجران کیش و اینا همش بازیه، چون این صحبت سال 1994 بود که اینا برای اولین بار کی صحبت کردن، بعد چینیا گفته بودن اون رهبر حزبشون گفته ما هنوز فرانجا اون درد نمیجرن تایوان، چون تایوان همین کار کردن دیگه، تایوان همین کار کردن، کلی تأسیسات امکانات و و و و دادن، حالا تایوان اعلام خود مختاری میکنه و تمام انوار چین جا رفت و چین و بازار چین رو در دونه گرفته، چون چینی ها جس آشغال میدن بی کیفیت، اینا با کیفیت میدن. تازه چینی تایپه همشون میذارن که مثلا بگم اسمر خودشون در کنه. تایوانی ها جز سارن تنسان کره زمین هستن و پر درآمدترین ها هستن.
گفت آقا همجور فلان جامو درد میکنه از جریان تایوان، هم چیکار دیگه نخواهیم کرد که بیان کیش یا قش رو مثلا بگیرن آبادش کنن، بعد میگه میتونی بمونن، میگه میتونی دور زندگی بکنن. بزدلتر از چینی ها در دنیا خودشونن. شما تاریخ جنگ ها رو بخونید، همه جا باختن و فرار کرد رفتن. تو همین ایران چند بار شبانه فرار کرد رفتن. اون وقت از همه مهمتر 5000 نیروی امنیتی میارن اینجا. بابا ضرب نخورید، شما نمیدونید با چه ملتی طرف هستید آقای چینی، واقعا نمیدونید. این کار شما کمک زیادی به نسل جوان و میانسال ما کرد که خشم مضاعف داشته باشن و ماهیت کسی و پلید شما، ماهیت شما که با عسکر اردوی بیشرف کار میکردید روشن شد، مشخصه شما تا اهمیت نداره. ولی این پولای حروم، این کسافتکاری، این دزدی‌ها، این خیانت‌های جلاته شما بی ذلت و خفت. بیایید سر میز بشینید، قرارداد 25 ساله شما توی 40 سال چیکار می‌کردید؟ قرارداد امضا بکنید که 36 هست نفت ارزون ببرید. هرچه نفت رو می‌برید پولم نمی‌دهن. نمی‌دید. یک شندر قاضی رو نمی‌ندازید. این آقای حسن مختاری بود، ما نماینده مجلس مال نجف آباد. رفته 2.5 میلیون یورو از ایتالیا دستگاه دست دوم چیز خریده، روبسازی خریده برای دشت مقام طرفا، کل دستگاه 3400 هزار یورو بوده، دست دوم بوده همش، قلابی که بهش قالب کردن، ولی 4-5 لپتاپش داده بوده اون زمان، زوغ مرگ شده بود، زوغ مرگ 4-5 لپتاپ بدید. از این کارا بلا زیاد میکنن، هتل میبرن براش، دختر میارن براش، کار میکنن، اما قرارداد امضا میکنن. آقای چینا دینا تاون اینا پس تاون داره، پس جواب داره، باید تاون پس بدید، بدون شک با تاون پس بدید، شک در قصه نیست. اما ماهیت تتمه ماهیت حکومت اسلامی هم مشخص شد. خامنه ای سر لای پای فرانچی سری فکمه گفتن نداره. من یه روز 20 سال پیش توی دبی گفتم، توی کافه کوفی های عراق گفتم، 10-12 از آیت الله العظما بودن، یه کار اتفاق افتاد اونجا، بلند شدم داد زدم گفتم شما آخون جماعت، محافظاشون هم بودن، پاسداری کثافت محافظشون بودن، گفتم شما آخون جماعت برای فقط 2 روز نه بیشتر حکومت بیشتر، زن و بچه های سر چهار پاراشو پاشنم باز میدید. چند بار گفتم 2 روز حکومت بیشتر حق دارید، یارا رواقا دار که گدا معتبر شد، گر معتبر شد خدا خودش که بیخبر شد بالا امام زمان و بقیه برسه، نشون دارید ماهیت آخر کارتون. واسه دوران شما 4 آدمی هست که یک ذره درد وجدان داشته باشه و تتمه ماهیتش که منافعش اصلا منافع کشور و مردمش مطرح نیست، فقط منافع شخصی خودتونه که اون آرزونم به گور میبرید. خیلی جایی بدی یه دفعه برخورد کردید. این نسل جوان و میانسال جیگر شما رو در میارن. این کارتون رو میشون داد دیگه، قرارداد با چی، قرارداد با چی، قرارداد با چی، یه دم که از خود خوش آقا ایران رو فروختن رفت، تو به گور بابات خندید، ایران فروختن رفت، تو رو فروختن رفت، ناموس تو رو فروختن رفت، بی شرف، حرام لقمه حرام زاده، مال تو رو فروختن، خبر نداری ایرانی چیز نمیفروشه. و چینی ها اینجا بزرگ گاف زندگیشون دادن. چینی هایی که در زمان ما فقط 70 میلیون نفر اعدام کردند، اینا نه فرهنگ میدونن چیه، نه انسان میدونن چیه، نه هیچ. چین باخت، خوشبختانه ایران هم روش. اما حالا من یک 2-3 نکته دیگه بیم بعد بنام سراغ رهبر چین. شما ببینید ارزه ندارید شلوارتون توی تایوان و هنگ کنگ بالا بکشید، کشوری که بغل گوشتونه دیگه، شلوارتون اونجا مونده گذاشتید شبانه در رفتید نمیتونید. تو میانمار این آتش و فتنه رو به پا کردید، چرا شبان نیروز رفتن فردا زورش فرار کردن نیروهاتون، یه دفت اونجا اسیر شدن کشش شدن، یه دفت در رفتن چی شد؟ نکنه آقای چین، جان مادرت نکن، تو خیلی بلایی. تاریخ رو بخون، ژاپنی چی کارتون کردن؟ جنگ جای دوم ببین، جنگ جای اول ببین، شما مرد این کارا نیستید، نیروهاتون بزدلتر از یرفا هستند. ام به تو مشتبه شده؟ نه، کور خونده. کسی که کرم بخوره و آشغال بخوره و خلاصه الی آخر، اون آدم نمیشه، توان نداره، بزدر ترسو بار میاد. شک درش نکنید، شک درش نکنید.
آدم ها جونشون برای شما اینه، یک اصلا مگس هم کمتر ارزش دارد. پس شما ها شکلی حرف نیستید ولی باختید بازی رو. خب یک شعری هست که میگه، منو بخونم براتون. بعد با هم صحبت میکنیم. زیباتر آن چه مانده ز بابا از آن تو، بعد ای برادر از من و اعلا از آن تو. تقسیم مال دارن میکنن، ارث تقسیم میکنند. این تاس خالی از من و آن کوزه که بود، پارینه ز پرز شهد مصفا از آن تو. یاوی ریسمان گسل میخکن ز من، مهمیز کلد تیز متلا از آن تو. در بخش میکنه دیگه. آن دیگه لبشکسی صابونپزی ز من، آن چمچمه هریسه و حلوا از آن تو. این قوچ شاخ کجه که زند شاخ از آن من، قوقای جنگ قوچ به تماشا از آن تو. این استر چموش، چموش لگزن از آن من، آن گربه مصاحب بابا از آن تو. از صحن خانه تا به بام لب، از صحن خانه تا لبه به لب بام از آن تو، از آن من. از بام خانه تا به ثریا از آن تو. این قراردادشونه، ولی حواسشون نیست که اینا صاحبخونه نیستن، اینا یک سری اجنبی هستن، موزور هستن، مستاجر هستن، اومده اینجا و خیلی پررو شده. ولی دیگه این آخر کارشونه، خودشون هم میدونن. ولی میخوام بیان با چیز شما چیز خودشون تمیز کنن و تا شما پاچه بکنن. خودتون خود ذلیل‌تر از حرف هستید، پشت سر شما میخوان قایم بشن. این بود آخر استقلال آزادی جمهوری اسلامیتون. خمینی دجال بیشرف، حرام لقمه حرام زاده، دروغوی بزرگ، همشون همین هستند، همشون همین هستند. پس حالا آمدن پشت سر شما قرار بگیرن، از باسن مبارک شما بخورن که شما خودتون چیزی برای تو رفتن ندارید. خب اینا بده بخورن، مگه بادشو بهشون بدید؟ اما میگن که حتی چیزی میدونه ها، چون میدونه اینا به کشور خوش ملت خوش رحم نمی کنه، اینا حالیشه. ولی خودش به چه ذلت و خفت افتاده، قرارداد امضا کرده، قرارداد چیزی توش نیست براش، فقط همون 36% نفتی میخواد ببره مجانی، میخواد ببره توش سودی همونه، وگرنه بقیه کار همش سود یک طرفه برای خودشون هست. یه بنده خدا از ماریش خوب بود و بس به هم ریختین ها، بعد یکی از این تاجر بازار این دید، گفت فلان چی شده؟ گفت والله اینجوری شده، اینجوری شده، اینجوری شده. گفت فردا به حجره من رفت، فردا حجره شو. گفت چقدر کار راه میفته؟ گفت اگه 100,000 تومان عنایت کنید ممنون دارتون هستم. به صندوق 150,000 تومان با آقا بده داد. گفت خب در عوض گرایی چی داری به من بدی که پول برگردونی؟ دست کرد یه لاخ حالا ریش یاسی بیشی کن گذاشت تو دفتر. آقا گفت این تکلیش رو بذارین توی دفتر، این پولشی بیاره بدیم. 10-15 روزی گذشت و یکی رفقاش دید وضعش خیلی خوب شده، گفت چیکار که؟ گفت رفتم پیش فلان که هست اینجوری اینجوری شد. گفت معترش رفت پیشش، آقا سلام ابو حسین، وضعم خراب شده اینجوری اینجوری شد. گفت چقدر میخوای؟ گفت 100,000 تومان. شما معلومه هستن. گفت 150,000 به آقا بدید. بعد بهش گفتن که بهش گفت خب تو چی داری گره بدی؟ دست کرد یک مشت اره شکم گفت نیست. گفت پول جمع بزن تو صندوق. گفت چرا آقا؟ گفت تو بریش خود رحم نمی کنی، میخوای به پول من رحم کنی. تو به ملت خودت، به خودتون، توی خودتون رحم نمی کنی. محسن رضایی پسرش رحم نمیکنه و دیگران رحم نمیکنید. وقت میخواین مثلا به چین افتاد، اونا همه اینا رو میدونند. اونا اگر به این خفت و ذلت نمیافتادند اینجا پیداشون نمیشد. اما شماها رو خوب میشناسند، آینده شما رو هم خوب میدونند، آخر عاقبت کارتون هم خوب میدونند. اما آنچه شیران رو با مزاج، هرچند هیچ وقت رو شیرم نبودید، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. بله شما میاد حق و ناس میدزدید، میخواید به چینی ها بدید که 4 سباه بیشتر حکومت کنید، اما هر لحظه که میذاره خشم مردم مضاعف میشه، خشم مردم بیش از حد تصور شما خواهد شد. و من اینجا یک تذکر بدم به
رهبر چین، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک صنعتگر، به عنوان یک کارآفرین نمونه، به عنوان یک محقق که برای بحث کرونا هم خیلی از بر بچه های سفارت شما با تماس گرفتن که صحبت کردن باشون، به عنوان یک کسی که فقط به فکر مملکت و منافع خودش هست و ضمناً به منافع کشور دیگه تا جایی که منافعش به خطر نیفته احترام میذاره دارم بهتون اخطار میکنم، اینجا گورستان شما خواهد شد. این نیروهایی که آوردید اینجا از جا بر نخواهند گشت، چون این خشم جوانا شما نمیدونید، این جوانا شما نمیشناسید. هر چی خشم از حکومت‌های دیگه داشتن از جای دیگه سر شما خالی خواهند کرد. چه نیروی 5000 تایی خطرناک رو میارید، او 5000 تا خوراک 5 دقیقه شونه. با نیروی دیگه‌تون سرمایه اونجا بذارید، شبانه فرار کنید، کاری چند بار کردید دارم بهت اختار میکنم، جدی جدی بهت میگم بفرست تحقیق رو جوانه بار ببینن، مخصوصا این بعد از دهه 60 رو ببینن چی کارتون میکنم من نمیدونم، ولی یه کار تاریخ خواهد شد، در تاریخ خواهد موند که چینی ها رفتن ایران، عمودی رفتن، افقی برگشتن. اگه برگشتی هم باشه، اگه چیزی ازشون بماند که 100 سال نمیماند، پودرشون میکنن مردم. تو مردم رو نشناختی، اون آخونده اگه آمدن 800 سال روزه خوندن تو خونه های مردم و امام زمان امزان کردن، قرآن قرآن کردن، عبا قبا کردن، گذشت. شما خیلی جوجه تر از حرف هستید. قرارداد امضا کردید، من میدونم دید طلبات میلرزه، من میدونم میلرزه، جرأت نمیکنه چیکار بکنید. اونم اینقدر اصرار کرده، اینقدر ظریف اومد ریش گره بازه، اینقدر فلان که جان مادر بیا که ما یک جوری جون پشت سر شما بیایم. بابا خودش رو میلرزه. پاچه شرواش نگاه کنید. چین این معامله چند متمم داره. چین جا میزنه و میره، چون بهش خواهن گفت تو این چینا نمیتونی چه کار کنن. حالا تحت رو درواسی بعضی کارا رو کرده، حالا باز چند سال عقب بزن. یه اولین بار سال 94 مطرح شد، نه الان 6 سال پیش، 7 سال پیش مطرح شده. چین شکل این حرفا نیست، نه که اون هیچ کس کشورا نیستن، چون ملت ایران رو میشناسند. ملت ایران شروع کننده است، تمام کننده خیلی 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 بدی است و روزگارتون سیاه میکنه، در تاریخ هم داشتیم. حوصله‌اش خیلی زیاده، اما بترس از کسی که حوصله‌اش زیاده. اما این خشم مضاعفی که اتفاق افتاد و این پروپاگاندی خود حکومتی آقا ایران رو فروختن، ایران نبود، چیز دیگه، تو بود فروختند، ناموس توی بیشرف بود فروختند، بی ناموس هنوزاده تو رو شما اینجوری فروختند. و چین الان که امضا کرده و بعد این خبرها رو میشنوه، تمام تن بدنش رو به لرزیدن دنبال راه فرار میگرده. عطا او 36% به لقاش میبخشه. شک داری قصه نکنید. هر کس در برابر قوانین کائنات و طبیعت استقامت و سرکشی کند و به پند و نصیحت آنها توجه نکند، این قانون غیر قابل برگشت کائنات و طبیعت. کسی که نصیحت پذیر نیست عملا دشمن علنی آنهاست و در نتیجه قابل گذشت هم نیستند. خودتون میدونید. خب خدمت شما عرض کنم که دیگه آکشور کلیپ دیگه میذارم عزیزید، ولی میخوام بگم یک اپسیلون ککتون نگزه، اینا شکلی حرفا نیستن. ایران فروختن به کی فروختن؟ به چی فرصت؟ چرا خودتون آزار میدید؟ چرا خود آزاری میکنید؟ مگه مریض احوال باشید یا موضوع حکومت باشید و زغمر بشید؟ من قسم نمیخورم 30-40 از این بسیجی که توی کانال تریاما بودن، آقا دیدین امضا شد، بلافاصله من عکس گرفتم ازشون، عکسشو پاک کردن. بابا محمدی اومد آنلاین، شما ترسیدید پشت در توالت مرتب وایسید اونجا در انتظار میکشید. حالا بی نحس جوان با شما چیکار کنه؟ و در تاریخ خواهد موند اشتباهه. البته اینا بهتون بگم بلا فاصله کنگره شما خیلی کار دیگه خواهد کرد و اکثر شما معلق خواهید شد. شک داری قصه نکنید، چون یکی از ذلیل‌ترین قرارداد ممکن امضا کردید و دزدی‌ترین چون دزدی از ملت ایران 36% شوخی نیست. این حق و ناس این مدعیان خدا و پیغمبر حرف میزنند. شما برید چین تایوان جمع کنید و هنگ کنگ جمع کنید. میانمار هم که یک شب ترتیب دادند، بهش شرواز جا مونده.
بری بردن بیارید. وقت بخواه تو ایران، ایران، ایران میشتسی به نیچی برترخشی به هم درود بر شرف ایرانی. بلا سرتون بیارن، تاریخ بنویسه، زودتر برین گروت مهمونی برید و این قرارداد لغو بشه، ادعا بگید، چون این حکومت به هیچ وجه دیگه تحت هیچ شرایطی در افکار و اذهان مردم ایران دیگه زنده مرده است. شما چینی ها روش رفتید، حکومت دنیا همین دو سه روز نیست تمام میشه، حالا خود ایام بکنم روز خوش.